سلام دوستان عزیز، چه خبر؟ خوبی؟ خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. من مهراد جمع اومدم و قسمت دوم بازی فراستپانک. اگه یادتون باشه پارت قبلی بازی بود که ما تصمیم گرفتیم که آخرین پناهگاه بشریت رو بسازیم و خودمون هم که خب دیکتاتور این شهر هستیم. حالا تو این راه نسبتا موفق بودیم و شهر رو خیلی خوب ساخته بودیم، مردممون راضی بودن، غذا داشتیم، تا اینکه به یه دوراهی رسیدیم. وقتی که گروه دیدبانی ما رفتش بیرون و گشتش، ما اینجا با دو گروه از مردم آشنا شدیم که میخواستن وارد شهر ما بشن. اگه ما بهشون اجازه نمیدادیم که وارد شهر بشن، اون بیرون قرار بود یخ بزنن و خب به دیدار خداوند برن. برای همین تصمیم گرفتیم که اونا رو به شهر خودمون بفرستیم. اونجا بود که جمعیت شهر ما توی یه روز دو برابر شد. 80 نفر به مردممون اضافه شدش. ما نه خونه کافی داشتیم، نه بیمارستان کافی داشتیم، نه غذا داشتیم، هیچی نداشتیم عملا. این قضیه باعث شدش که یه فشار خیلی سنگینی روی اکونومی ما بیاد و با اینکه تونستم خونه بسازم، حتی ژنراتور هم ساختم، چه میدونم آشپزخونه‌مون رو بیشتر کردم، شکارچی‌های بیشتر استفاده کردم، ولی خب بازم همچنان مشکل داریم. اگه توجه کنید 15 نفر گشنه هستن. یه خورده به نظرم زمان نیاز داریم که بتونیم اوضاع شهر رو مردم رو بهتر کنیم. چون الان اگه توجه کنید خشم مردم که خیلی زیاد شده، پس هر لحظه احتمالش هست که دست به شورش بزنن. اینجوری یا اونا جمع میکنن از ایران میرن، ببخشید اونا جمع میکنن از شهرمون میرن، یا اینکه ما رو از اینجا بیرون میکنن. من نمیخوام همچین اتفاق بیفته، پس هرچه سریعتر باید اوضاع رو بهتر کنم. اوضاع دمای هوا هم فردا قراره یه خورده بهتر بشه. خوبه، بذارید بچه‌ها به نظرم بریم جلو. تنها چیزی که ما نیاز داریم که بریم جلو. سرد شدن هوا باعث شده که این همه بیمار داشته باشیم و عملا تخت بیمارستانمون کافی نیستش. چوبمون هم تموم شده، ما نمیتونیم دیگه بیمارستانهای بیشتری بسازیم. من واقعا از این قضیه بدم میاد که تو بازی استراتژی باید همیشه چوب داشته باشیم. چرا این سری به درخت ها توجه نکردم نمیدونم. حالا من کلی هم چوب بری اینجا ساختم، یکی اینجا ساختیم، یکی هم اینجا. متاسفانه مجبور شدم که یکی رو کنسل کنم، ولی خب بهتون گول میدم که هرچه سریعتر میسازیمش. معدن هم آماده هم، ولی خب فعلا نمیتونیم این کار رو انجام بزنیم. شده، ما کارهای زیادی هستش که بعد انجام بدیم و یه روز طولانی دیگه با کلی کار. خب یه خورده تحمل کنید دوستان من، بهتون گول میدم روزه بهترم میاد. همونطور که میبینید هوا داره روزش بهتر میشه، خشم مردم داره درست میشه، خدا رو شکر. بذارید اینجوری بهتون بگم، الان دیگه ما قراره یه خورده زمان داشته باشیم که خودمون رو جمع و جور کنیم. چون اوضاع هوا بهتر شده، احتمالاً اوضاع مجروح هم او پسر 20 تا الان ما مجروح داریم که توی تخت دراز کشیدن. 30 تا بیمار داریم، 30 تا بیمار که اصلا برشون تخت نیست. خب اگه اینجوری باشه بذارید ببینم قسمت ریسرچ ها داستان چیه. من میتونم بیمارستان جدید بسازم. باید بیایم اینجا. این درخت میدونید واقعا دیگه داره اعصابم خورد میکنه. آقا این ربات میرسید میگفتم بیا توی چوبوریا کار کنه، چون ربات ها 24 ساعته کار میکنن. بعد الان هم اوضاع داره بهتر میشه. اگه توجه کنید غذا هم خب داریم یه خورده جمع میکنیم. من کلی شکارچی استخدام کردم دیگه، باید هم اوضاع بهتر بشه. خب اینم از ریسرچمون که دوباره اوضاع شکارچیه داشت بهتر میشد. بچه الان ما دوتا اینجا گزینه داریم. اولا که خونه‌های بهتر بسازم، با استفاده از خونه یه خورده هوا گرمتر میشه، بعدش هم ظرفیت خونه بیشتر میشه که اینجور میتونیم افراد بیشتری رو ساکن کنیم. یا اینکه بریم روی بیمارستان کار کنیم، 10% بیمار سریعتر شفا پیدا کنم. بیاید یه حرکتی بزنم. من میتونم لول 2 رو بزنم؟ متاسفانه نه، چوبش رو ندارم. خب اگه اینجوری باشه فکر کنم بهترین گزینه ای که الان ما داشته باشیم اینه که من یه خورده روی چوبوریا کار کنم. آره این چوبو داشته باشم بهتون گول میدم همه چی قرار درست بشه. پس میایم اینجا یه چوبوری کجا بسازم. احتمالا اینجا میتونه بهترین گزینه باشه. بذارید همینجا بسازیمش و امیدوارم هرچه سریعتر چوبوری ساخته بشه. بعدش هم که میخواستیم یه اسکات دیگه هم آموزش بدیم. مردم گشنن و چون ما تونستیم به همشون غذا بدیم، امید مردم داره بهتر میشه. میبینید دارم از همین صحبت میکنم، خبرهای خوب به این میگم، ولی خب از یه بیمارستان بهتر نشده. بذارید من یه بیمارستان دیگه اینجا بسازم. بعد بریم سراغ بیمارستان های پیشرفته. نه این چادری که اصلا به درد نمیخوره. خب کل غذا رو پختیم، عملا دیگه برامون غذایی نمونده. شیفت کاری داره تموم میشه. بذارید ببینم گروه دیدبانیمون هم رسیدش. اینجا رو برامون بگردید و ما اینجا معدن پیدا کردیم. حالا میتونم اولا که منابع بگیرم، بعدش هم که معدن قابل استفاده نیست. ای خدا، بدشانسی رو میبینید.
یه معدن پیدا کردیم ولی خب قابل استفاده نبودش و این خیلی بده. میدونید من از این قضیه واقعا متنفرم. خب بریم دوباره به ریسرچ‌های نگاهی بندازیم. الان میتونم گزینه دومی رو بزنم. به نظرم همین میتونه خیلی خوب باشه. بچه‌ها این ریسرچ هم که زدم 25% چوب بیشتری به همون میدن. چوب بوری یا خوبه؟ میگم داره اوضاع بهتر میشه. چه خبره؟ چه خبره؟ خب مردم دنبال اخبار خوب هستن از گروه دیدبانی ولی خب ما هنوز خبرهای خوبی بهشون ندادیم. همین قضیه باعث میشه که خورده امیدشون از دست بدن. دیگه بابا نکنید این کارو. من چرا دارید منو اذیت میکنید؟ یه گروه دیدبانی دیگه میخوام. یه گروه دیگه میخوام. این ربات ما هم نمیرسه داخل شهر. اوضاع کارگرا فعلا کارگر بیکار نداریم. کارگرا ما کجا کار میکنن؟ آها بیشترشون رفتن سراغ شکارچی. 5 تا مجروح داریم اینجا. یه خورده اوضاع بوشنای تمام دوباره بد بشه و اینا گفتن که هر چه سریعتر بیمارستان باز کنیم. ما میتونیم به مردم گول بدیم که بیمارستان بسازیم. اوکی من گولش رو میدم چون داریم همین الانش میسازیم و وقتی که ساخته بشه به نظر من میتونیم یه خورده اوضاع رو جمع و جور کنیم. این ژنراتور ما داره بیخودی روشن میشه اینجا بچه‌ها. بخاشین خونه رو میتونستم ارتقا بدم. خب اول از همه که بذاریم بیمارستان رو بندازم. آیا ما اینجا انجینیر داریم؟ مهندس رو اینجا استخدام کنم؟ یا یعنی از امیدمون همطور که گولش رو داده بودم. و سمت کتاب قانون چه خبره؟ ما چه قانونی میتوانیم تصویب کنیم؟ اینو بزنم که امید مردم میاد پایین. یا این یکی رو بزنم که مربوط میشه به بیمارستان ها. اینجوری سریعتر میتونیم از افراد مجروح مراقبت کنیم. احتمالا به همچین چیزی نیاز داشته باشه. میدونید این باید انجام بشه ولی خب آهن هم ندارم. آهن نداریم. مردم هم میان سر کار دوباره گور میزنه ولی نمیشه کاریش کرد. اخیش این رباتمون برسه. امروز داریم میرسه بچه‌ها. 9 ساعت دیگه گفته میرسه که میتونم بزنم روی شیفت 24 ساعت. کلا آهن نداریم. آهنمون داره ته میکشه و مهندسای ما اینجا چرا این همه زیاد مشغول به کار شدن؟ همه جا فقط دوتا مهندس کار کنه. شما بیاید یه خورده روی آهنا کار کنی ببینیم داستان شربت ها گفت اصلا دوتا کافی نیستش. فکر کنم یه منابع غذایی داره زیاد جمع میشه. خب دوباره گروه دیدبانیمون رسیدش. بیاید ببینیم اینجا چه خبره و ما دوباره یه سری افراد جدید رو پیدا کردیم ولی خب اینا جمعیت خیلی بیشتری دارن. بعدش هم که بینشون مهندس هستش. بچه من میخوام یارو خودم اسکورت کنم که هرچی سریعتر به شهر برسن. این کارگرا میتونن خیلی خوب باشه مخصوصا که خب شهرمون آماده است که از کارگر جدید کار بکشه. کلی معدن ساختیم. آره من واقعا به این قضیه اعتقاد دارم که الان خیلی آماده هستیم. حتی الان منتظرم که این ربات برسه که شیفت 24 ساعته کار کنه. اینجا چه خبره؟ یکی از افراد ما به نظر میاد برش سانحه‌ای پیش اومده که خب به پاش ضربه خورده. حالا ما میتونیم بذاریم همینجوری بمونه که گفته احتمالاً میمیره یا اینکه میتونم پاشو قطع کنم. اینجوری فرد با یه پا میشه. خب چیکار کنیم بچا؟ به نظرم بذاریم همینجوری بمونه. آره چون اصلا بخوام پاشو قطع کنم میخواد چیکار کنه؟ نمیتونه کار کنه. بعدش هم مثلا اون تکنولوژی رو نداریم که بخوایم پای مصنوعی بسازیم. فکر کنم پای مصنوعی اینجا بود. در موردش زیاد مطمئن نیستم. باید دنبال پای مصنوعی هم بریم ولی خب الان مشکل اصلی ما این نیستش. آه بذار ببینم گفته یکی از معدن‌ها تموم شد. اینها اینو میگه یکی از معدن‌ها تموم شد. اوکی تونستیم به اینجا برسیم. من میتونم سرعت اسکاتا رو 50% بیارم بالا یا اینکه برم سراغ بیمارستانها. بذار بچه‌ها من اینم بزنم. بعدش میخوام روی بیمارستانا کار کنم. اوه حضور بیمارستانا رو ببینید. به خدا میبینم اشکم در میاد. خب یکی اینجا باشه یکی اینجا یکی همینجا. این هم از این. بذار این سه تا بیمارستان رو بسازم بعد حضور بهتر میکنم. و این هم از اولین رباتی که وارد شهر شدش. خوبه از این ربات همیشه خوشم میاد چون که میتونن تو شیفت 24 ساعته کار کنم. این بچه وقتی که ربات رو میذاری یه جا کار کنه 24 ساعت اونجا مشغول به کار میشه. خیلی خوش اومدی به شهر ما ربات عزیز. خیلی خوش اومدی. شاید بچه‌ها این سری بزنن تو کار روباتیک. احتمالش هستش. چی شد؟ یکی از افرادمون مرد. به نظر میاد اون شخصی که ما تصمیم گرفتیم پاشو قطع نکنیم به رحمت خداوند رفته. حالا ما میتونیم بگیم که این انتخاب خودش بوده یا بگیم این بهترین راه حل بود. به نظرم بذارید حقیقت رو بگیم دیگه. درسته که امیدشون میاد پایین ولی خب یه حقیقته. این واقعا بهترین راه حل بود و الان کارگر بیکارم دارم. پس بذارید اینجا. خب کارگر بیکار کجا مشغول به کار بشن؟ شاید بیمارستانا رو یه خورده اوضاعشو بهتر کنم. من موندم چرا این بیمارستان اصلا مشغول به کار نمیشه؟ ببین بچه‌ها اینجا زیاد شرط جالبی نداره این قسمت.
اکاش چه نسته سب کنید اکاش یه خود سب کن سب کن سب کن بذارید ببینم من میخواست اینو کیر هورس هم بسازم اینو من تا اینجا میتونم بیارم دیگه درست اینجا تو رنج جنراتور وان میسته خب الان میتونم یه بیمارستان کنارش بسازم ای ول دیگه چی میخوام آخه دوتا بیمارستان یه دونه این که خیلی خوبه فقط باید برش دونم راه بکشیم که به اینجا متصل بشه دوتا مهندس سه تا مهندس اینجا کار کنه سه تا مهندس دیگه هم بیاد اینجا و الان خود اوضاع مجموعه داره بهتر میشه اگه یه کوچولو هم به نظرم بهشون زمان بدم میتونن اوضاع رو خیلی هم بهتر کنن سه تا مهندس کار کنه چطور؟ یکی از مهندس ها رو از دست دادم خب شیفت کاریدار دوباره شروع میشه منابع غذایی تونستیم هندل کنیم و کارگرای جدید هم دارن میرسن خدا رو شکر کلی برامون منابع آوردن کلی درخت غذا هم همینطور اخبار خوب به این میگن دیگه میدونید کارگرای جدید اینا هم داریم تو بیا اینجا هم برامون بگر یه معدن اینجا هستش معدن من واقعا دنبال معدن ها هستم بچه هم بذارید ببینم میتونیم یه دونه دیدبان دیگه هم استخدام کنیم که بیاد اینجا رو بگرده همیشه باید دوتا باشه او اینجا رو ببینید اگه توجه کنید چوب خیلی زیادی داریم و بذارید ببینم ما میتونیم چه حرکتی بزنیم چیزی که دارم بهش فکر میکنم اینه که بیام یه خورده انبار بسازم شاید بد نباشه چند تا انبار بسازیم ولی خب انبار رو کجا بیاریم بسازیم میتونم کنار قبرستون بسازم چون عملم چه مهمی که نیستش آره از اینجا شروع ساخت کنم آهان آهنم ندارم خب اگه آهن نداشته باشیم کارگر جدید زیادی استخدام کردیم پس میتونم کلی از کارگرمون استفاده کنم بذاریم این آهن نیستش ای بر دیگه منبع آهن زیادی داریم شاید بهتر باشه که بیمارستانا رو پر کنم بچه نظرتون چیه خوشم بی خانمانم که داریم بعد برای اینا هم خونه بسازم این خونه ها باید از اینجا ساخته بشن که توی رنج جنراتور وایسن اینم از این البته این خونه ها شاید گزینه خیلی خفنی نباشن به زودی حالا بریم دنبال خونه های جدید کتاب گانو دوباره باز کنیم ببینیم سمت قانون چه خبره خب این آخرین ریسرچ آهان دیگه این دست مصنوعی پای مصنوعی همینا هستن فعلا بچه من نمیرم سراغ این گزینه یکی هم برای این هستش که افرادی که سریعتر حالشون خوب میشه ازشون بیشتر مراقبت کنیم این خیلی خوبه ولی خب احتمالش هستش که یه سری از افراد یک چهارم مجروح احتمالش هستش که خیلی سریع دیگه به دیدار خداوند برن نمیدونم شاید گزینه خوبی باشه بچه چون بیمارستان اصلا تخت خالی ندارن احتمالا همین گزینه رو بزنم نمیدونم بذار فعلا اینو بزنم درسته که خشمشون رو میاره بالا ولی خب روی خشمشون میخوام کار کنم اوکی قرار بود بریم سراغ بیمارستانا یا یعنی اینکه بذار من خونه رو بسازم این خونه جدید باعث میشن که بتونن جنراتور رو خاموش کنم جنراتور خاموش بشه یه خورده دیگه میتونیم خودمون رو جمع و جور کنیم آهنمون داره میاد بالا در حال حاضر مشکل اصلی ما سمت آهنه خب بذارید ببینم اینا چرا کار نمیکنن 5 تا کارگر گذاشتم تازه مشغول به کار شده خب اینم که تونستیم بسازیم بذارید ببینم میتونم اینجا هم بگردم یه سری منابع هستش فعلا چه خیلی خاصی نتونستیم پیدا کنیم اون بیرون و الان تنها مشکلی که داریم قضیه مجروح هاست آره اینجا هم خودشون هم گفتم ما به خاطر بیمارستان ها ناراحتیم در مورد ریسرچش کار میکنم خب این از این ما الان رفتیم سراغ خونه ها ای بابا این هم از بیمارستان ها دیگه همونطور که گلشو دادم قرار اینجا خونه ها رو بسازیم یه خورده آهنمون احتمالاً کم بیاد ولی خب خونه های جدید که داریم میسازیم خودشون گرم هستن و فعلا قرار نیستش به جنراتور نیاز داشته باشن برای همین که دارم سعی میکنم این خونه رو آپگرید کنم چون الان زغال سنگ من اگه توجه کنی کما من هر چه سریعتر باید اینو ریسرچ بزنم خب این تونسته کارگر رو بیاره منابع غذایی هم برامون آورده درختامون چه زیاد شده بیا اینجا اسکاته بیا اینجا رو بگرد ببینیم داستان چیه و میتونم بگم آره درخت زیادی داریم خب الان همه کارگران مشغول به کارن بیاید اینجا یه خورده کار کنید افراد بیشتری دارن بهمون ملحق میشن و شاید کار کافی نداشته باشیم خب این هم از اون بیمارستانی که داشتم در موردش صحبت میکردم مشکلش اینه که بدون استیم کور نیازه اینا منابعی هستن که خیلی کمیابن ولی خب قسمت خوبش اینه که اولا که خیلی بزرگتره بعدش هم خیلی گرمتره اصلا برای اینا نیازی نیست که جنراتور رو کار کنن میگم خیلی چه خفنیه بچه ها منابع چوبون داره واقعا زیاد میشه دارم این قضیه فکر میکنم که آیا نیازه که اینجا ما انبار بیشتری بسازیم یا میتونم یه حرکت دیگه هم بزنم بذارید سریع خونه رو همه رو آپگرید کنم بعدش میتونم یه اینو خاموش کنم بره خب اینو آف کنیم و
اسکاتمون رسیده اینجا رو بگرد ببینم داستان چیه. ما رسیدیم به یه معدن زغال سنگ که اگه با معدن کاری نداشته باشم میتونیم 268 زغال سنگ بگیریم، نه اگه بخوایم معدن رو تخریب کنیم کلی بهمون منابع میده، همینطور دوتا استیم کور میده که خب چیز خفنیه. ولی بچه معدن زغال سنگ چیزی بوده که به نظرم بهتره بذاریم همینجوری بمونه، من نمیخوام اینجا رو تخریب کنم. آره به جای اینکه اینجا رو تخریب کنیم قرار بیم از این معدن زغال سنگ استفاده کنیم. بیا اینجا دو تا استات رو با هم فرستادم. الان که اینجا خاموش شده ببین دمای اینجا بالاست، دمای این خونه ها با این خونه ها یکیه، در صورتی که خب من به اینجا ژنراتور روشن کردم. برای هم نمیگم اگه میتونستیم کل خونه رو آپگرید کنیم ژنراتور رو خاموش میکردیم میرفت. اوکی اینم از این، بالاخره تونستیم بیمارستانه جدید رو بسازیم. بذارید ببینم میتونم سمت شکارچیا برم جلو یا اینکه کابین شکارچیا رو لول اپ کنم که خیلی گرمتره، کلی هم غذای بیشتری میگیره، بچه خیلی غذای بیشتری میگیره. گزینه خوبیه ولی خب اگه توجه کنید به کلی آهن نیاز داریم، فعلا من آهن مورد نیاز رو ندارم. بذارید ببینم میتونم سمت این برم چون زغال سنگمون داره تموم میشه. آره گزینه خوبی میتونه باشه. بچه معدن زغال سنگ رو ساختیم دیگه ما. آره معدن زغال سنگ رو ساختیم، پس بذاری بریم از اون بیرون زغال سنگ جمع کنیم. در حال حاضر میخوام یه حرکتی بزنم، بیام از معدن زغال سنگیامون استفاده کنم. یکی رو میشه اینجا ساخت. اوه اینا به استیم کور نیاز دارن و این معدن زغال سنگ به استیم کور نیاز داره. خب اگه اینجوری باشه اصلا من نمیتونم دیگه بیشتر از این بسازم چون برای بیمارستان هم دوباره ما به همین استیم کور نیاز داریم و استیم کور اصلا پیدا نمیشه که بخوام خرجش کنم. حالا این بیمارستان رو کجا میشه ساخت؟ بذارید ببینم. این بیمارستان خیلی بزرگه و از رنج ژنراتور داره میاد بیرون. میتونم یه حرکتی بزنم، این بیمارستان چادریا به دردمون نمیخوره، اینو پاک کنیم. اینم همینطور. بعد اینکه پاک شدن یه سری نقشه ها دارم. اوه در مورد خونه ها میخوام چیکار کنم؟ آیا ظرفیت کافی رو قرار بده این خونه به ما؟ خب نه متاسفانه ظرفیت کافی نداریم و شاید حالا افراد بیشتری هم به اون ملحق بشن. یه خونه اینجا بسازیم، یکی هم اینجا، یکی اینجا، یکی اینجا، یکی دیگه هم میتونم از اینجا شروع به ساخت کنم. فعلا پاک کنیم، بذارید آهنمون بمونه چون قراره یه بیمارستان بزرگم بسازم و گفته که استیم کور. اوکی استیم کور همون رو داریم خرج میکنیم و به خاطر اینجا گفته احتمالا پاک کردن بیمارستان ها کلی از تختاره بیمارستانم رو بگیره و مردم شاید خیلی ناراحت بشن. اینا بچه مردم خیلی ناراحت شدن. هوای سردم که رسید، خب اول از همه که این بیمارستان بزرگی رو من تو رنج ژنراتور بسازم و بعدش مجبوریم که این ژنراتور کمکیارم روشن کنیم. الان روزا چجوری؟ این خونه هم سردشونه، پس اینا هم قرار سردشون باشه، اینا هم سردشونه. بذارید ببینم میتونیم چیکار کنیم. ما باید همینا رو آپگرید کنیم بره. بیمارستان های چادری هم سردشونه. باز خوبه که شکارچی همون میتونن کار کنن. راست قسمت خوبه داستان همینه. ولی خب اینا احتمالا یخ بزن و شما هرچه سعی تر بیم بیمارستان نیاز داریم. شاید مجبور شم که دیگه هم کنارش بسازم. کتاب قانون رسیدیم به یه قانون دیگه که میتونم تصویب کنم. بریم سراغ آرنا یا میتونیم آرنا رو بزنیم که خشم مردم بیاد پایین. در مورد چیزی مطمئن نیستم که الان واقعا به آرنا نیاز داشته باشیم یا نه، یا اینکه میتونم بیام سمت این که برای بچه ها چادر بسازیم. اینجوری مردم امیدشون خیلی میاد بالا، بعدش هم بچه ها دیگه جلو دست و پا نمیان. یا اینکه میتونم از بچه ها به عنوان کارگرم استفاده کنیم. حالا حتما قرار نیستش کارگر بشه، مثلا میتونه بره به عنوان پرستار خدمت کنه به کشورمون به شهرمون. نه فکر نمی کنم، من نمیخوام از بچه ها کار بکشن، هیچ وقت با این از یه موافق نبودم. حالا درسته که به ضررمونه ولی خب واقعا باش موافق نیستم. کجا بسازم؟ ای خود این چرا اینجوریه؟ پس شاید بهتر باشه که بیام تو رنج ژنراتور بسازم. میدونی چرا اینو میگم؟ اگه مثلا بیام اینجا بسازم میتونه خیلی بهتر باشه. من میام این دوتا خونه رو پاک میکنم، بعدش بعد دوتا خونه دیگه بسازیم چون دوتا خونه رو پاک کردیم. خب یکی اینجا یکی اینجا، فعلا اینا بذار ساخته بشن، این دوتا خونه پاک بشن. اینم از ساخت بیمارستان خیلی بزرگیمون. بذارید ببینیم اوضاع قرار چجوری باشه. اگه توجه کنید مجروح ها دارن شرط بهتری پیدا میکنن. خب گروه دیدبانیمون هم که رسیده، بذارید اینجا رو بگردیم. وینتر هوم اینجا جایی هستش که دنبالش بودیم. بیاد ببینیم داستانش چیه. خیابون های این شهر بزرگ به نظر میاد به خرابه تبدیل شده و ما متوجه شدیم که وینتر هوم خونه زمستونی اصلا شکست خورده. خیلی وقته که شکست خورده و
مردمش کلن کشته شدن. خدایا ما رو ببخش، ما راهی نداریم به جز مردن، دیگه امیدی وجود نداره. دوتا میخواد بهمون استیم کور بده و ما فقط خودمون رو داریم، ما تنها هستیم برادران من. خب الان قرار اتفاق بعدی بیفته. او امید چرا این هم اومد پایین؟ من داشتم رو امیدشون کار میکردم. نومد. خب به نظر میاد به خاطر خبر بد، به خاطر بدشانسی که آوردیم، ما قرار همه بمیریم. نترسید، ما همه با هم هستیم. هیچ وقت نباید بریتانیا رو ترک میکردیم. ما باید توی لندن میموندیم که اینجوری شکست نخوریم، اینجوری سقوط نکنیم. واقعا مردم بچه چوب به دست شدن و آره دیگه، مردم امیدشون رو از دست دادن، در صورتی که ما میتونیم به مردم امید بدیم، ما میتونیم رهبری مردم رو به دستمون بگیریم و بریم سراغ نظامیگری. آره بریم سراغ نظامیگری و نظم و چه میدونم ساخت ارتش و اینجور داستان ها، یا یعنی که بریم سراغ دین، ایمان. من همیشه نظامیگری رو دوست داشتم، دست خودم نیستش میدونید، همیشه برام جذاب بوده. لامصب هیچ وقت اصلا به دین نمیشه اعتماد کرد، برای حکومت به مردم. وقتی که ارتش داشته باشی تو خیالت راحته که حداقل برای یه مدت کوتاه هم که شده میتونی بیشتر دووم بیاری، ولی دین چیزی که شاید از کنترلت خارج بشه. ولی خب سری قبلی ما رفتیم سراغ ارتش و بالاخره نظامیگری، نظرتون چیه؟ این سری بریم سراغ دین. این قضیه رو خودتون میتونید انتخاب کنید بچا، نظرتون توی کامنت ها به هم بگی که ببینم خودتون دوست دارید کدومو انتخاب کنید. من باز میگم همچنان برام نظامیگری جذابه، ولی خب از این من دوست دارم ببینم این قضیه دین قرار چه جوری باشه. پس فراموش نکنید حتما اینو بگید ببینم میخواهید کدوم مسیر رو ببینید. احتمالاً بهترین گزینه برام قرار دین باشه. و فراموش نکنید که میتونید با یه لایک محکم از کانال حمایت کنید. دمتون گرم دوستان من و فعلا تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار دوستان.